سلام به هواداران پرشور تیم پرسپولیس در سراسر دنیا. همونطور که میدونید پرسپولیس روز جمعه ساعت 18 اولین بازی لیگ برترش رو مقابل فولاد در فولاد آرنای شهر اهواز آغاز میکنه. این بازی به شدت از حساسیت بالایی برخورداره، چون بعد از حذف پرسپولیس مقابل الهلال در دور یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، حالا پرسپولیس باید بازی اول لیگ رو با برد شروع کنه تا از نظر روحیه تیم به دوران خوبش برگرده. چون جام ششم مثل 5 سال گذشته منتظره که با روبان سرخ رنگ قشنگتر بشه. ما پرسپولیسیا از باخت ناراحت میشیم، چون عادت به باخت نداریم. ما قوی تر از همیشه شروع میکنیم دوباره، به شرط همدلی و حمایت. این فصل از لیگ قهرمانان آسیا تموم شده و فقط باید تمرکزمون رو لیگ بذاریم که از بازی اول از رقبا عقب نمونیم. پرسپولیس فرصت ریکاوری بعد بازگشت از ریاض نداشت و به صورت مستقیم بعد از رسیدن به تهران سر تمرین رفت. البته هیچ کدوم اینا بهونه‌ای نمیشه برای تیم با انگیزه یحیی گل محمدی، چون پرسپولیس به این مدل سختی‌ها همیشه عادت داشته. ولی فشار این زمانبندی فشرده امکان داره باعث بشه که اولین دیدار رسمی سید علیرضا ابراهیمی یا علی نعمتی رو در لباس پرسپولیس مقابل فولاد شاهد باشیم. این نکته رو هم یادآور بشیم که تو هفته اول لیگ 21 استقلال، سپاهان و گلگهر بازی‌هاشون رو با برد شروع کردن و به نظر میاد این سه تیم در کنار فولاد رقبای اصلی پرسپولیس در لیگ امسال باشن. البته برای بحث در مورد رقبا خیلی زوده و پرسپولیس برای اینکه از اول فصل تو کورس با رقباش بمونه لازمه که حتما این بازی رو ببره. پرسپولیس در حالی هفته اول لیگ مهمان تیم اهوازی فولاده که این تیم 2 سال در خانه باخت نداشته و از آخرین باختش 2 سال میگذره. اون هم 13 آبان سال 98 بوده که شاگردان کالدرون 1-0 بازی رو با تکل مهدی ترابی از روی نقطه پنالتی بردن و تونستن دست پر اهواز رو ترک کنن. با توجه به اینکه در بازی دور برگشت فصل قبل مهدی عبدی، مهاجم جوان و مازندرانی پرسپولیس، تونسته بود در دقیقه 29 به فولاد گل بزنه، حالا باید از آمادگی و روحیه بالایی برخوردار باشه و شانس اینکه این مهاجم جوان در ترکیب اصلی قرار داشته باشه خیلی زیاده. در مورد مصدومان پرسپولیس به احتمال خیلی زیاد کمال کامیابی نیا برای حضور در این دیدار مشکلی نداره و میتونه با صلاح دید کادر فنی بازی کنه. غایبان قطع به یقین پرسپولیس در این بازی مهدی مهدی خانی و رضا دهقانی هستند که در سفر به عربستان هم حضور نداشتند. علی شجاعی هم فعلا به آمادگی کامل نرسیده و احتمال حضورش تو این بازی خیلی کمه. تو بازی عصر جمعه پرسپولیس با لباس جدیدش که قرار صبح جمعه ازش رونمایی بشه مقابل فولاد قرار میگیره که امیدواریم این لباس هم برای تیم محبوبمون خوشیومی باشه و بتونه با برد لیگ رو شروع کنه. راستی این بازی رو شما هواداران خارج از کشور میتونید به صورت زنده از کانال یوتیوب پرسپولیس ببینید و از این راه از تیم محبوبمون پرسپولیس حمایت کنید. به نظر شما نتیجه این دیدار چه خواهد شد و چه کسی میتونه ستاره این میدون باشه؟ ممنون که تا آخر این ویدیو رو تماشا کردید. تو کانال یوتیوب پرسپولیس منتظرتون هستیم.